بسم الله الرحمن الرحیم. من تقریبا درس گذاشته درس میتونم از قسمت برنامه اکسل آغاز میکنیم. خب روز گذاشتم با شما تا قسمت فایل و تا قسمت پرنتر خوانده بودیم. درس امروز از قسمت شیر آغاز میکنیم. شیر به معنی شریک ساختن. خود موضوع شیرینگ در نتورک میباشه، چون ما در نتورک وصل نیستیم، پس ما نمیتونیم که فایل خودش شیر بسازیم. اگر در نتورک وصل نمیدین، انال شیر میتونید بس از چی؟ انوایت پیپل، مردم را دعوت میسازی به این فایل. تو که این فایل مرا به چی کنه باید اینا دسترسی باش داشته باشه. میتونی که توسط ایمیل هم سند کنی. سند از اتاچمنت، سند از لینک، سند از پی دی اف، به شکل پی دی اف تو میتونی سند کنی. سند از ایکس پی اس، به شکل ایکس پی اس، یا سند از اینترنت فاکس، یا به شکل اینترنت فاکس تو میتونی فایلات به گونه ها سند کنی. چون اینا کلش نیاز به اینترنت و شبکه داره، چون ما نه به نتورک وصل هستیم و نه اینترنت داریم، پس ما نمیتونیم که از موضوع شیرینگ استفاده کنیم. دیگه از یک قسمت اکسپورت. اکسپورت یعنی نمی فایل اکسل خودم ما خارج میسازم، اکسپورتش میسازم. با چه شکلی اکسپورت میخوای بسازی؟ پس میده قسمت فایل اکسپورت، میگم اینه خارج بساز به شکل یک پی دی اف. بالای کرید پی دی اف کلک کو، بعد از در قسمت دستمام خد شد به نام چیه، مثلا به نام بوکمن. بعد از اون ایره پبلش بگو، بیبی به شکل پی دی اف چی شده، نمی فایل تو اکسپورت شد. در قسمت دستمام بیبی به فایل به مو شارتکت یا به مو لوگوی پی دی اف چی شده سیو شده. بالا از اوپن بگو، یعنی این آره در اکسل باز نمیشه، این در پی دی اف باز میشه. بشک در اکسل میم دیگه از قسمت فایل اکسپورت. چینج فایل تایپ، از این قسمت هم میتونی که فایل های بیشتر هستن. میخوای که ایره سیو کنی به مثل 97 یا 2030. بچه ها متوجه باشین، اگر شما از آفیس 2013 استفاده میکنین، بهتر خواهد بود که شما از هر فایل تان، فرض مثال اگه در خانه کنم پرنتر ندارین، میخواین که ببینین بچه ها برسانین، همیشه کوشش کنین که یک کپی از خود 2013 باشه بیشان و یک کپی دیگه باشه که در ورد 2013 هم سیف شده باشه. به خاطر چی؟ خود آفیس 2013 زیادتر مردم قابل رضایت نداره، در بیرون نال اینمی در کمپیوترشون انسان نیست. باز آفیس 2013 نمیتونه که 2003 آفیس 2013 رو باز کنه. پس به اساس باز میشه از این قسمت یک کپی شانی سیو از کنیم با تایپ 2003. بالایش کلیک کنیم، بالایش باز سیو از کنیم. این حال در کجا در دستان به نام بوکوان یا به نام بوکوان 2003 سیف. این حال کسی که آفیس 2003 هم داشته باشه باز میره باز کرده میتون. دیگه داریم در قسمت فایل اکسپورت چینج فایل تایپ. دیگه اینجا انواع فایل ها هست، مثلا تمپلیت هست، باینری ورک بوک هست، ماکرو نیبل هست، یا تکست هست، یعنی نوت پد. به این شکل فرمت های دیگه هست. به هر فرمت که باید میشه کشو کنیم، فقط بالاش کلیک نیم و سیب هست. یه بود مربوط اکسل. کلوز کلوز یعنی ورک بوک ما را بسته میسازم. کلوز ورک بوک بسته شد. پس کنترل رن کنید که یک ورک بوک جدید بیاره. از قسمت فایل نیو بگین که یک ورک بوک جدید بیاره شما. ببینیم بچه خود بگین والا استاد از دل خود نیه که در ورد مثلا داکیمنت هست یا در اکسل ورک بوک هست به این شکل. نه، ایره خود مایکروسافت این کده به چی شکل. میاییم در قسمت وین ورد، وین ورد رو باز میکنیم. ما گفته بودم که در ورد داکیمنت هم میشه. ببین در این قسمت هم نوشته از بلانک داکیمنت، از او خاطر من میگم که داکیمنت. در قسمت اکسل بیاین، در قسمت فایل نیو، در قسمت بلانک ورک بوک نشته، یعنی یک ورک بوک باشه دی. از بعضی لحاظ ما میگم که ورک بوک. دیگه این در قسمت فایل و اکاونت، اگر کدام اکاونت تو در
مایکروسافت می داشته باشی، پس از این قسمت تو میتونی لاگین شی به اکانتت، ساین ان بولیس کلیک کو. اگر تو باز یعنی به انترنت وصل باشی از این قسمت میتونی تو چکنی ساین ان کنی. چی میگه؟ میگه وی ور انیبل تو کانکت رایت ناو، یعنی ما قادر به این نبودیم که همین حالا ما کنشیم. چرا؟ گفته پلیز چک یور نتورک اند ترای اگین لیتر، یعنی یک شبکه تا چک کو و بعد از او بعدا کوشش کو، چون ما با شبکه وصل نیستیم. پس هر قدر که ما کوشش کنیم هیچ. در این قسمت درباره خود آفیس به تو معلومات دادن. اکتیویشن ریکوارد، یعنی اکتیویشن ضرورت داره چون اکتیویت نیستن. گفته چینج پروداکت، یعنی از این قسمت اگه میخوای کنم پروداکت کی نو تو داری از این قسمت نیتونی که داری بید بالاش کلک در این قسمت پروداکت کی درش کو با کانتینیو بگو برش. چی گفته؟ گفته دس پروداکت آن لاین سیز، یعنی این پروداکت که تو داری ای چیز نیستن، یعنی تاریخ چیز شده اعتبار نداره، اکسپایر شده. پس اگه میخوای یک پروداکت جدید درش کنی پس از قسمت چینج پروداکت کی بگوش. فعلا میبینین همین مکمل منو به شکل سفید هست. اگه میخوای که دم از یه تغییر بتی پس بیاد قسمت اکاونت و از قسمت وایت نی ای باری لایت گری. فعلا میبینین این قسمت هم متوجه باشین دار گری دیدین که رنگش تغییر کرد از قسمت میشه که دمتون از قسمت هم تغییر لایت مکمل چی کرد تغییر کرد میبینی به شکل خاطرش باید. این بود درس امروزی ما، درس ما قبض هستم چون شما با ما هم تو کم کم اگه بخونیم چون اکسل از مشکل هست کم کم بخونیم که شما هم یاد بگیرین و سایز ریکارد هم زیاد نشه. متباقی باز بخیر فردا از قسمت هم درس خدا آغاز میکنم.